بهینه‌سازی موتور با توجه به رانندگی در شرایط محیطی مختلف و خواسته های متفاوت کار آسانی نیست. با توجه به این قضیه، شرکت نیسان مرحله به مرحله موتورها را بهینه‌سازی نموده تا به معرفی سیستم ECCS رسیده است. و اکنون این سیستم برای مدل‌های زیادی به کار گرفته شده است. در سیستم‌های الکترونیکی قبلی، سیستم برق، سوخت و هوا هر یک به صورت مستقل کنترل می‌شوند. ولی در سیستم ECCS تمامی متغیرها در یک جا کنترل می‌شوند. ECCS مخفف Electronic Engine Concentrated Control System و به معنای سیستم کنترل الکترونیکی متمرکز شده بر موتور می باشد. سیستم کنترل علاوه بر موارد کنترلی دارای سیستم ایبیابی هوشمند و سیستم جبران کننده می باشد. سیستم ایبیابی هوشمند در مدل‌های قدیمی به وسیله چراغ چشمک زن که معرف یک کد ایب می باشد انجام می شود. ولی در مدل‌های جدید از دستگاه ایبیابی کنسالت استفاده می شود. مدل‌های مختلفی از سیستم ECCS وجود دارد که شامل پاشش تک انژکتوری TBI و پاشش چند انژکتوری MPI و همچنین آنها که با یا بدون کاتالیست کانورتور EGR می باشند. اما در همه آنها شرایط کاری یکسان است. برای تفهیم آسان‌تر، سیستم ECCS به سه جریان مختلف تقسیم می شود که عبارتند از 1. جریان سوخت 2. جریان هوا 3. جریان برق. در قسمت‌های دیگر در مورد هر یک به تفصیل صحبت خواهد شد، اما اکنون به واحد کنترل که قسمت اصلی و تصمیم گیرنده سیستم را تشکیل می‌دهد می‌پردازیم. واحد کنترل در واقع یک کامپیوتر کوچک است که سیگنال‌های الکترونیکی را دریافت و تجزیه و تحلیل می‌کند. تعداد سنسور متغیر است و بستگی به نوع موتور دارد و معمولاً شامل سنسور دمای آب، جریان هوا، موقعیت دریچه گاز، سنسور اکسیژن، سرعت خودرو، سنسور ضربه موتور می باشند. این سیگنال های ورودی با سیگنال های ذخیره شده در کامپیوتر مقایسه می شود. این طرح سه‌بعدی شامل صدها حالت مختلف برای تنظیم احتراق و تزریق سوخت می باشد. با در نظر گرفتن سیگنال های ورودی، کامپیوتر حالت بهینه را در نظر گرفته و سیگنال لازم را به عملگرها شامل پمپ بنزین، انژکتورها، شیر کنترل دور درجا، سلونوئید، EGR، سیستم جرقه و فن خنک کننده و غیره ارسال می کند. این فرایند جمع‌آوری اطلاعات و تنظیم آن باعث می‌شود تا موتور در بهترین حالت خود برای کاهش آلاینده‌ها و افزایش قدرت تنظیم شود. مدار سوخت رسانی. مدار سوخت رسانی برای سیستم تک انژکتوری و چند انژکتوری یکسان است. این مدار شامل پمپ بنزین همراه با ضربه‌گیر و فیلتر و رگولاتور و مدار برگشت به باک بنزین و انژکتور یا انژکتورها که بستگی به سیستم دارد می باشد. پمپ بنزین. پمپ بنزین در باک بنزین قرار گرفته و همراه با شناور در آن نصب می شود. مکان آن از المان‌های محافظت شده است که صدا را کاهش داده و از قفل گازی جلوگیری می کند. برای جلوگیری از ورود رسوب از صافی استفاده شده است. رگولاتور فشار. در سیستم چند انژکتوری، رگولاتور فشار روی قسمت انتهایی گالری بنزین قرار دارد. فشار ثابتی حدود 2.5 بار که بستگی به مدل دارد بین بنزین گالری و مانیفولد هوای ورودی به وجود می آورد. این اختلاف فشار ثابت برای تنظیم میزان پاشش بنزین ضرورت دارد. مقدار بنزین پاشیده شده معمولاً به وسیله مشخص می شود. به عنوان مثال، اگر بنزین را برای مدت 2 میلی ثانیه بپاشد، دو برابر مدت 1 میلی ثانیه بنزین پاشیده شده است. این فرضیه زمانی درست است که فشار بنزین و هوای داخل مانیفولد تغییر نکند.
در حقیقت میزان فشار هوای مانیفولد متغیر می کند که بستگی به موقعیت دریچه گاز و بار موتور دارد. اگر فشار هوای مانیفولد کاهش یابد، برای مدت زمان ثابت بنزین بیشتری پاشیده می شود. بنزین وارد مخزن رگول اندازه کاهش دهیم، اختلاف فشار ثابت مانده و مقدار پاشش بنزین تغییر نمی کند. این کار را رگولاتور فشار بنزین انجام می دهد. چگونگی عمل کرده رگولاتور بنزین به این شرح است. در داخل آن یک فنر لول و دیافراگم قرار دارد. بنزین وارد مخزن رگولاتور شده و بخشی از آن به باک برمی گردد. قسمت بالای دیافراگم توسط لول وصل می شود. اگر فشار مجی آب زیاد شود، زمان باز بودن دریچه گاز، دیافراگم و فنر به پایین حرکت داده شده و مانع برگشت بنزین به باک می شود. و در نتیجه فشار بنزین بیشتر به همان نسبت بالا می رود. با پایین رفتن فشار، دیافراگم بالا رفته و مقدار برگشت بنزین زیاد شده و فشار بنزین به همان نسبت کاهش می یابد. با این روش اختلاف فشار ثابت می ماند. برعکس، در مورد سیستم تک انژکتوری، رگولاتور فشار بنزین را ثابت نگه می دارد. این به این خاطر است که برعکس چند انژکتوری، تک انژکتور بالای دریچه گاز قرار می گیرد و فشار مانیفولد روی آن اثر نمی گذارد. انژکتور در موتورهای چند انژکتوری به ازای هر سیلندر یک انژکتور وجود دارد. اما در سیستم تک انژکتور، همانطور که از نامش مشخص است، هر موتور فقط یک انژکتور دارد. به طور خلاصه، انژکتور یک شیر سولنوئیدی است که سیستم کنترل کامپیوتری بدنه آن را تغذیه کرده و سیمپیچ آن تحریک شده و سوپاپ را بلند نموده و بنزین از نازل‌ها به داخل مانیفولد پاشیده می شود. مدت زمانی که سیمپیچ تحریک می شود و یا باز می ماند را زمان پاشش گویند. دو نوع انژکتور روی سیستم ECCS چند انژکتوری استفاده می شود که به آنها نوع تغذیه از بالا و تغذیه از کنار گفته می شود. در نوع تغذیه از بالا، بنزین از بالای انژکتور وارد شده و در نوع تغذیه کناری، بنزین از کنارها و اطراف انژکتور وارد می شود. این کمک می کند که دمای بنزین را کاهش داده و باعث کاهش انبساط حرارتی شده و به جلوگیری از قفل گازی کمک بیشتری کند. برخلاف شکل ظاهری یکسان، انژکتورها را نمی توان به جای یکدیگر استفاده کرد. اگرچه آنها از نظر ظاهر شبیه هم هستند، اما ممکن است ولتاژ و میزان بلند شدن سوپاپ آنها متفاوت باشد. موتورهایی را که انژکتور با ولتاژ پایین استفاده شده است را می توان توسط دیاگرام سیمکشی آنها را شناخت. این مقاومت‌های سری مشخص می کند که انژکتور با ولتاژ پایین کار می کند. مجموعه مقاومت را می توان در محفظه موتور مشاهده کرد. همانگونه که قبلا گفته شد، مدت باز بودن انژکتور را زمان پاشش گویند. زمان پاشش را سیستم کنترل بعد از تجزیه و تحلیل سیگنال های ورودی مشخص می کند. سیگنال های ورودی عبارتند از ولتاژ باتری، کلید حالت خلاصی دنده، سرعت خودرو، سویچ خودرو، موقعیت میلنگ، مقدار جریان هوا، موقعیت دریچه گاز، دمای خنک کننده آب، سنسور اکسیژن. بعد از تجزیه و تحلیل این سیگنال ها، واحد کنترل زمان و مقدار پاشش را محاسبه کرده و به انژکتور منتقل می کند تا نیاز موتور را تامین نماید. در پایان باید بدانید که سه نوع پاشش وجود دارد. پاشش گروهی. در این نوع پاشش انژکتورها به دو گروه تقسیم می شود که هر گروه یک بار همزمان هم در دو دور میلنگ پاشیده می شود و بیشتر در مدل های قدیمی مورد استفاده قرار می گرفت.
پاشش همزمان. در این سیستم کلیه ی انژکتورها به طور همزمان دوبار در هر دور میلنگ پاشش میکنند. پاشش متوالی. در این حالت انژکتورها مطابق با ترتیب احتراق پاشش میکنند. در سیستم های جدیدتر در حالت معمولی انژکتورها به صورت متوالی پاشش میکنند که در حالت استارت و حالت بروز عیب به حالت پاشش گروهی تبدیل میشود. این تغییر بستگی به شرایط موتور دارد. برای اطلاعات بیشتر به بخش‌های EC و EF سرویس‌های منوال یا راهنمای تعمیرات مراجعه کنید تا بدانید چه نوع انژکتوری در مدل شما وجود دارد. سیستم جریان هوا. اجزای مورد استفاده در این سیستم با توجه به مدل خودرو تغییرات جزئی دارد. این اجزا شامل فیلتر هوا، سنسور مقدار هوا، محفظه هوا، مانیفولد ورودی و محفظه احتراق می باشند. تعدادی سوپاپ وجود دارد که بر روی مانیفولد هوای ورودی نصب می شوند که بعداً به شرح آنها می پردازیم. سنسور جریان هوا بعد از عبور هوا از فیلتر در مسیر هوا قرار گرفته است. این وسیله مقدار اندازه‌گیری نموده و تبدیل به سیگنال الکتریکی می نماید و آن را به واحد کنترل ارسال می کند. این سیگنال و سیگنال موقعیت میلنگ مبنای محاسبه پاشش بنزین می باشند. امروزه بیشتر از نوع سیم گرم استفاده می شود، ولی در سیستم قدیمی تر از نوع دریچه ای استفاده می شود. دو نوع سنسور سیم گرم وجود دارد. 1. تمام گذر، 2. کنار گذر. در نوع تمام گذر همان گونه که از نامش پیداست کل هوا از سیم داغ عبور می کند. اما از نظر عمل کرد دو نوع مشترکند. سیم فلزی در مسیر هوای ورودی مانیفولد قرار گرفته است. وقتی هوای بیشتری به سیم برخورد می کند گرمای سیم را جذب نموده و در نتیجه کم شدن دما مقاومت سیم کم شده و باعث افزایش جریان می شود. وقتی موتور کار می کند جریان هوا مرتباً تغییر می کند و به همین صورت مقاومت نیز تغییر می کند. مقاومت کم برای هوای زیاد و مقاومت زیاد برای هوای کم در نتیجه یک ولتاژ متغیر توسط سنسور هوا به سیستم کنترل فرستاده می شود. این ولتاژ متغیر با آنچه که در حافظه کامپیوتر است مقایسه شده و زمان پاشش بنزین را محاسبه می کند تا پاشش با وضعیت موتور منطبق باشد. مدل های تمام گذر دارای سیستم تمیز کننده یه خود به خود می باشند، به نحوی که پس از هر بار خاموش شدن سیستم به اندازه کافی داغ شده و این حرارت بالا هر نوع آلودگی را برطرف می کند. در نوع کنار گذر تمیز کننده لازم نیست، زیرا بیشتر ذرات هوا از مسیر اصلی عبور می کنند. در انواع جدید سیم داغ از فیلم شیشه‌ای پوشش داده شده است که آنها را به نام فیلم داغ می‌شناسند. عملکرد آنها مشابه نوع سیم گرم می‌باشد. بنابراین در این نوع سنسور نیازی به تمیز کننده خود به خود نمی‌باشد. هوا از سنسور هوا به محفظه ورودی مانیفولد جایی که دریچه گاز و سنسور مربوطه وجود دارد عبور می‌کند. سنسور دریچه گاز. این سنسور مانند یک مقاومت متغیر عمل نموده و یک سیگنال متغیر به کامپیوتر می‌فرستد که مقدار آن بستگی به موقعیت دریچه گاز دارد. این سیگنال منعکس کننده قدرت مورد نیاز از موتور می‌باشد. هر مقدار که دریچه گاز باز شود، نیاز به قدرت بیشتری از موتور می‌باشد.
بعضی از سیستم ها در کنار مقاومت متغیر دارای کلید موقعیت دریچه گاز نیز می باشند. برای مشخص کردن نوع مورد استفاده باید به سرویس منوال مراجعه شود. سیستم دوره درجا. سیستم ECCS در حالت درجا با دریچه بسته کار می کند. یک سیستم کنارگذر با پیچ تنظیم درجا وجود دارد که توسط آن دوره درجا تنظیم می شود. برای ثابت نگه داشتن دوره موتور در حالت درجا در بال‌های مختلف از تعدادی عملگر استفاده شده است که بر حسب شرایط کارکرد موتور دوره درجا را تنظیم می نماید. نوع و تعداد عملگرها بستگی به نوع موتور متغیر است، اما عملکرد همه آنها یکی است: کمک به تنظیم دوره آرام. اکنون به تعدادی از آنها می پردازیم. شیر دوره درجا. دو نوع شیر تنظیم دوره درجا وجود دارد: چرخشی و لغزشی. آنها از نظر عملکرد یکی هستند، ولی در اینجا به تشریح نوع لغزشی می پردازیم. وقتی به سوپاپ برقی انرژی داده می شود، باز می گردد و در نتیجه هوای اضافی به موتور وارد می شود. وقتی انرژی قطع می گردد، راه هوا بسته می شود. این سوپاپ برقی متناوباً با فرکانس 160 هرتز توسط واحد کنترل قطع و وصل می شود. یعنی 160 بار در هر ثانیه. مدت زمانی که به این سوپاپ انرژی داده شده با مدت زمانی که انرژی قطع می باشد متغیر است و به آن سیکل وظیفه یا دیوتی سایکل می گویند. اگر مدت زمان قطع و وصل مساوی باشد، سیکل وظیفه را 50% گویند و سوپاپ نیمه باز می ماند. اگر مدت زمان وصل بودن 70% و قطع بودن 30% باشد، سیکل وظیفه را 70% گویند و سوپاپ بیشتر باز شده و هوای بیشتری وارد موتور می شود. بالعکس، اگر مدت زمان انرژی داده شده 30% و قطع انرژی 70% باشد، شیر بیشتر بسته و هوای کمتری وارد موتور می شود. بنابراین با تغییر سیکل وظیفه توسط واحد کنترل نسبت به سیگنال دریافتی دور موتور، دور آرام را می توان ثابت و صاف نگاه داشت. FICD سیستم کنترل دور آرام. یکی دیگر از تجهیزات کنترل دور آرام FICD می باشد. اگرچه در بیشتر مدل هایی که از ECCS استفاده می شود وجود دارد، این وسیله در خودروهایی که دارای سیستم کولر می باشند استفاده می گردد. این وسیله هوای اضافی را زمانی که کولر وصل می شود به موتور می فرستد و بار اضافی که توسط کمپرسور به موتور وارد می شود را جبران می نماید. شیر FICD توسط ریله کولر کنترل می شود، یعنی برقی که به کمپرسور فرستاده می شود. AR تنظیم کننده. در بسیاری از موتورها تنظیم کننده ی هوا متصل شده است. این وسیله مسئول تنظیم کردن هوای ورودی به موتور و همچنین تنظیم دور آرام پس از گرم شدن موتور می باشد. این تنظیم کننده دارای یک دریچه چرخشی و یک صفحه بیمتال می باشد. وقتی موتور سرد است، بیمتال صاف می باشد و دریچه هوا باز و هوا وارد موتور می شود و دور آرام را بالا می برد. وقتی موتور روشن است، جریان از بیمتال عبور کرده و به تدریج گرم شده و سپس به تدریج خم می گردد و در نتیجه دریچه نیز به تدریج بسته شده و دور موتور کم می شود. این حالت تا زمانی که موتور خاموش نشده و دمای آب به زیر 80 درجه نرسد باقی خواهد ماند. برای شناخت بیشتر سیستم های مختلف دور آرام باید کتاب راهنمای سرویس را به دقت بخوانید، زیرا ممکن است سیستم های مختلفی در موتور باشد که بستگی به نوع موتور دارد. به عنوان مثال در ماکسیمای J30 فقط از پیچ تنظیم و AAC استفاده شده است، زیرا AAC کار FICD را انجام می دهد. غیر از این AAC نوع لغزشی و سیکل وظیفه، ماکسیما از AAC نوع موتور پله‌ای استفاده می کند که عملکرد آنها مشابهند. FIC سیستم دیگری است که به جای AR استفاده می شود.
این وسیله در کیج 11 استفاده شده است. این یک سیستم مومی است که توسط سیستم خنک کننده یک موتور کار می کند. این وسیله در حالت سرد دریچه را کمی باز نگاه می دارد تا دور آرام را بالا ببرد. وقتی مایع خنک کننده گرم می شود، موم منبسط و دور موتور به حد نرمال خود می رسد. جریان برق بهترین جا برای شروع تشریح سیستم ECC باتری می باشد. ولتاژ باتری برای عملکرد کل سیستم خیلی مهم است. وقتی موتور روشن است، تغییر ولتاژ روی ترمینال های باتری به وجود می آید. این تغییر ولتاژ بر مدت پاشش بنزین و در نتیجه مقدار بنزین اثر می گذارد. برای جبران آن، سیستم کنترل به طور مرتب مقدار ولتاژ باتری را اندازه گیری و برای محاسبه مدت پاشش در نظر می گیرد. سنسور زاویه میلنگ. این سنسور که در بیشتر موارد در دلکو نصب می شود، دو سیگنال مهم را برای واحد کنترل ECCS تامین می نماید. دور موتور و موقعیت میلنگ. موقعیت میلنگ وابسته به موقعیت پیستون می باشد. از دو نوع سنسور استفاده می شود. کنترل زاویه یا کنترل دو کانال و کنترل زمان یا کنترل تک کانال. ابتدا به نوع کنترل زاویه می‌پردازیم. این شامل سه قسمت است: سنسور، LED ها، صفحه روتور که روی آن تعدادی شیار دارد و مودولاتور که سیگنال خروجی را شکل داده و مرتب می‌کند. برای تولید سیگنال دور موتور یا RPM و زاویه میلنگ 360 عدد شیار اطراف صفحه که با فاصله 1 درجه تنظیم شده‌اند قرار دارد. در داخل آنها تعدادی شیار دیگر قرار دارد که بستگی به تعداد سیلند دارد. برای خودروهای 4 سیلند هر 90 درجه و برای 6 سیلند هر 60 درجه یک شیار قرار دارد. با توجه به اینکه دور میل بادامک نصف دور میل لنگ است. در واقع شیارهای ذکر شده مربوط به 120 درجه و 180 گردش میل لنگ می باشند. برای شناخت سیلندر 1 توسط واحد کنترل شیار شماره 1 قدری بزرگتر است. LED و دیود نوری دو طرف شیار قرار دارند، به نحوی که فقط زمانی که شیار از بین آنها می‌گذرد، دیود نوری نور LED را تشخیص می‌دهد. یعنی همان گونه که روتور می‌چرخد، دیود نوری پالس‌های نوری را مرتباً دریافت می‌کند و این پالس‌های نوری مربوط به دور موتور و زاویه میلنگ می‌باشد. این پالس ها که به صورت سینوسی تولید می شود، توسط مودولاتور به موج مربعی تبدیل می شود. نوع کنترل زمان نیز اساساً از همین قانون با تغییر اندکی استفاده می کند. به جای 1 درجه و 60 درجه از 4 شیار با طول مختلف و 1 شیار در کنار یکی از آنها برای شناخت سیلندر 1 یا مکان TDC استفاده شده است. واحد کنترل سرعت میلنگ را به جای شمردن تعداد شیارهایی که می‌گذرد با مدت زمانی که هر یک از شیارها عبور می‌کند مشخص می‌نماید. در موتورهای بدون دلکو مانند 300ZX هر سنسور زاویه میلنگ در واحد جداگانه‌ای جاسازی شده است. سنسور مایع خنک کننده. با توجه به اینکه مقدار سوخت و زمان جرقه با دمای موتور تغییر می‌کند، سنسور دمای مایع خنک کننده بسیار مهم است. مقدار مقاومت سنسور آب که 1 ترمیستور است، بستگی به دمای مایع خنک کننده دارد. وقتی دما افزایش یابد، مقاومت کم می‌شود و بالعکس. برای مثال در 20 درجه مقدار مقاومت سنسور 2.2 الی 2.9 کیلو اوم می‌باشد، در حالی که در 80 درجه مقدار مقاومت 0.3 الی 33 صدم کیلو اوم می باشد. سیگنال متغیر این سنسور توسط واحد کنترل برای میزان پاشش سوخت و زمان جرقه به کار گرفته می شود. EGS سنسور گاز خروجی.
برای واحد کنترل جهت کنترل و نگهداری نسبت هوا به سوخت در حد 14.7:1 نیاز به اطلاعات بازخور می باشد. این اطلاعات بازخور توسط سنسور اکسیژن تهیه می شود. چگالی اکسیژن موجود در گازهای خروجی مستقیما بستگی به میزان نسبت هوا به سوخت دارد. در مخلوط غنی مقدار کمتری اکسیژن و در مخلوط رقیق مقدار بیشتری اکسیژن وجود دارد. بنابراین سنسور مذکور سطح اکسیژن موجود در گاز خروجی را اندازه‌گیری نموده و بر مبنای آن یک ولتاژ متغیر تولید می‌نماید. واحد کنترل با توجه به سیگنال دریافتی نسبت هوا به سوخت را تنظیم می نماید. این سیکل کنترل را سیکل بسته یا کلوز لوپ می گویند. در شرایط مشخصی شامل سرد بودن موتور نیاز به مخلوط غنی می باشد. در این حالت واحد کنترل سیگنال دریافتی از سنسور اکسیژن را مد نظر قرار نمی دهد و با مقدار مشخص شده در حافظه مقدار هوا به سوخت را تنظیم می نماید. به این سیستم سیستم باز گفته می شود. سنسور اکسیژن می تواند از زیرکونیا و یا تیتانیا باشد. آنها قابل جایگزینی نمی باشند. به هر حال با توجه به اینکه اندازه آنها فرق دارد، امکان استفاده اشتباهی به جای یکدیگر وجود ندارد. اگرچه این دو نوع سنسور به شکل‌های مختلف کار می کنند، اما عملکرد آنها یکسان است. از آنجا که هیچ کدام از سنسورها تا دمای 350 درجه کار نمی کند، آنها را تا جایی که امکان دارد نزدیک سرسیلند نصب می کند. اگر این کار امکان پذیر نباشد، در سنسور اکسیژن گرم کننده نصب می کنند تا سریع تر گرم شود. این نوع سنسورها را می توان با داشتن 3 سیم خروجی شناخت. در بعضی موارد حتی سنسورهایی که نزدیک سرسیلند نصب شده اند نیز مجهز به گرم کن هستند. گرم کننده ها به طور اتوماتیک در دور بالا خاموش می شوند. در سری دوم پریمرا یا GA16DE وقتی دور موتور به 3000 می رسد، گرم کن خاموش می شود. در بعضی از موتورها گرم کننده در دور پایین جهت پایین آوردن مدت گرم شدن لازم است. سنسور ضربه. این سنسور که در بعضی از موتورها نصب شده است، ضربه یا ارتعاش را به ولتاژ متغیر تبدیل می کند. این سیگنال به واحد کنترل فرستاده می شود و واحد کنترل زمان جرقه را به تأخیر می اندازد یا ریتارد می کند. با بودن این سنسور می توان موتور را تا حد اکثر آوانس نمود بدون اینکه ضربه ظاهر گردد. اگر سنسور ضربه خراب شود، واحد کنترل جرقه را 5 درجه ریتارد می کند. این کار ریسک خراب شدن موتور را کم می کند. ترانزیستور قدرت. همانگونه که قبلا تشریح شده، تغییر مداوم زمان جرقه توسط کامپیوتر بعد از تحلیل سیگنال های ورودی توسط سنسورهای مختلف محاسبه می گردد. برای قطع و وصل مدار سیم پیچ اولیه کوئل نیاز به ترانزیستور قدرت می باشد تا تحمل جریانی زیاد را داشته باشد. سیگنال قطع و وصل کوچکی که توسط سیستم کنترل تولید می شود به وسیله ترانزیستور قدرت تقویت شده و به کوئل می رسد. برای بهینه‌سازی دفع حرارت، ترانزیستور قدرت جدا از واحد کنترل نصب می شود. این قطعه یا داخل دلکو و یا روی موتور نصب می شود. در سیستم جرقه مستقیم نیسان NDIS به تعداد سیلندر موتور ترانزیستور قدرت وجود دارد. سنسور سرعت خودرو. آخرین قطعه مربوط به مدار جریان برق سنسور سرعت خودرو می باشد. در این سنسورها از یک مغناطیس که در سرعت سنج نصب شده است استفاده می شود. همان گونه که مغناطیس میچرخد، کلید تحت تاثیر مغناطیس قطع و وصل می شود و در نتیجه سرعت خودرو تبدیل به سیگنال روشن و خاموش می شود. این سیگنال در درجه اول برای قطع سوخت در سرعت بالا توسط واحد کنترل به کار گرفته می شود.
همچنین عملکردهای دیگر ECCS را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. سیستم وضعیت موقت. همان گونه که در ابتدای برنامه گفته شد، ECCS دارای سیستم وضعیت موقت می‌باشد. این سیستم سه وضعیت مختلف دارد: وضعیت موقت، وضعیت کمی، کارکرد حداقل. در زمان بروز عیب، واحد کنترل یکی از وضعیت‌هایی را که گفته شد به صورت اتوماتیک انتخاب می‌نماید تا به نحوی عیب برطرف گردد. اگر سنسور مشخصی درست عمل ننماید، مثلا سنسور مایع خنک‌کننده واحد کنترل، به وضعیت موقت برمی‌گردد. در این حالت واحد کنترل مقدار مشخصی که در حافظه وجود دارد را در نظر می‌گیرد. در رابطه با سنسور حرارت، واحد کنترل بدون توجه به حرارت واقعی عموماً 80 درجه سانتیگراد را در نظر می‌گیرد. در مورد خرابی سنسورهای دیگر مانند سنسور مقدار هوا، واحد کنترل به وضعیت کمکی برمی‌گردد. در این حالت از سنسورهای دیگری مانند سنسور موقعیت دریچه گاز کمک گرفته می‌شود. اگرچه 100% دقیق نیست، اما برای ادامه کار کافی است. در حالتی که یکی از قطعات واحد کنترل خراب شود، سیستم به حالت حداقل کارکرد برمی‌گردد. در این حالت با حداقل عمل کرد خود را به حرکت خود ادامه می دهد، ولی قدرت و قابلیت راندن آن تحت تأثیر قرار می گیرد. در این حالت چراغ اخطار روی داشبورد روشن می شود. هر بار که خود را خاموش می شود، سیستم وضعیت موقت لغو می گردد. اگرچه خرابی قبلی ممکن است که در حافظه باقی باشد. وقتی موتور روشن می شود، واحد کنترل دوباره سیگنال های ورودی را تجزیه و تحلیل نموده و عیب قبلی را کشف و یا در صورت برطرف شدن از آن می گذرد. از دیدگاه عیب یابی، آنچه که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد آن است که در صورت گلایه مشتری در مورد عملکرد ضعیف و یا قابلیت راندمان پایین، ابتدا باید سیستم عیب یابی را با دستگاه عیب یاب فعال نموده تا مشخص شود عیبی در واحد کنترل تشخیص داده شده است یا خیر. در بخش‌های قبلی ما به تشریح مدار سوخت‌رسانی، مدار هوا و برق پرداختیم که مجموعه آنها ECCS را تشکیل می‌دهد. در بخش‌های بعدی به تشریح چک کردن موتور و چگونگی عیب‌یابی در صورت بروز عیب خواهیم پرداخت. فراموش نکنید که توی کانال سابسکرایب کنید، زنگوله رو به صدا در بیارید و کانال رو با دیگر دوستانتون به اشتراک بذارید. تا ویدیوی بعدی، روز روزگار خوش.